با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و سیوم از ماه نوامبر و در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما عزیزان هستم. امروز میپردازیم به دنباله داستان ابو مسلم خراسانی، قهرمان بزرگ ملت ما، دارایی ما. در واقع این مواریث فرهنگی است که از گذشتگان برای ما باقی مانده و خاک پاک ایران زمین. امروز اهریمن بر سرزمین ما چیره شده است هموطن، یعنی شما هر جا که بنگرید اهریمنان زشت روی، زشت خوی، سیاه باطن به فساد مشغول است. از آدم کشی و دزدی و دروغ کار به جایی رسیده است که از زبان و قلم در واقع بر نمی آید که بتوانیم توصیف کنیم یا کسی بتواند توصیف کند. زبانی جدید باید و ادبیاتی جدید. شما در کجا عالم دیدید که نماینده مجلس رفته است و یک دوز رو معرفی کرده؟ اون دوست، دوست عزیز آقای سید علی خامنه ای، رهبر مسلمین جهان. حالا چه مسلمین جهانیش که پاش از تهران بیرون نمیذاره من نمیدونم. آقا شما رهبر مسلمین جهان هستید، باید یه پاتون عربستان باشه اینجا ارشاد کنید، یه پاتون آلمان باشه، اروپا تشریف بیارید، هندوستان تشریف ببرید. به قولی بین 18,000 چاقوکش ایشان عرض کنم که محاصره شده است و از جیب ملت. بله، رفقای ایشان، یکی از نزدیکترین رفقای ایشان و پشتیبانان ایشان، این برادران عراقی لاریجانی هستند. اینا از معاود میگوین، از معاودین عراق هستند. یک زمانی بود هر شبت که دولت عراق آمد گفت ایرانیان، این ایران تبارها اینجا مایه فساد و فتنه هستند، زدن اینا رو ریختن بیرون. بنده در تبریز بودم در اون روزگار. اینا رو تقسیم کردن بین شهرستان ها و از شبت که چادر می زدن براشون و از اینجور کارها. و این سه برادر محترم، سه دزد عزیز، سه سارق نازنین، اینها یا سه تا یا چهار تا نمیدونم، من هیچ اطلاعی از این آدم های دولتی ندارم. پنج تا؟ بله پنج. فهم بودن پنج رأس هستن. امیر خیلی ممنونم که حالا بعد از ما ایراد نگیرن. آقا پنج رأسن فرمودید؟ بله پنج رأسن این برادران. بله یک رأسش رئیس مجلس، اینو میدونم. یک رأسش هم در دادگستری، نمیدونم همه کار است، دادگستری است. و اون چه پول، شما میدونید که وقتی یک کسی رو دستگیر میکنن میبرن پیش بازپرس، بازپرس قرار صادر میکنه یا قرار وثیقه است یا قرار پول نقدی دیگه. اگه قرار پول نقد باشه که صادر بکنه، میگوید 10,000 تومان نقد، مثلا 100,000 تومان پول نقد شما میگذارید و این آقا رو میبرید از زندان بیرون تا روز دادرسی، روز دادگاه، دادگاهی که وجود نداره اونجا، همین بیدادگاه های آخونده. بعد که دادرسی تمام شد، بله بعد که دادرسی تمام شد، بعد اینا برادران عراقی، اینا دزدان تراز اول رژیم هستن. این دزد بزرگی که به تله افتاده از ظاهرن، این آقاست. ملاحظه کنید وقتی که کسی که مسئول قانون هست در مملکت و مسئول اجرای عدالت هست، اون چنین دزدی باشد، وای به حال اون برادر عزیز پاسدارم که مثلا گذاشتنش مسئول جنگل های شمال باشه. یه 500,000 تومان بدین ببرین آقا درخت. بله ملاحظه کنید هیبت و هیئت رو بگیرید، حال آدم به هم میخوره. به این ریشای این نگاه کنه، نگاهش کنید، تو رو خدا نگاه کنید. در ایران زمین از این نوع جانوران هرگز نداشتیم. نمیدونم اینا از زیر زمین آمدن، از کجا آمدن، از تونل های نمیدونم
یه تونل بزرگ کش شده در کجاست؟ در همدانه. تونل چیشی بهش میگن؟ علی زرد، علی سرد، نمیدونم چی شد. از این تونل ها زدن بیرون، نمیدونم والا. خب آمده است و این رمانده مجلس رفته کش کرده که این آقا، اینا عرض میکردم، یا قرار وثیقه است. قرار وثیقه یعنی سند خانه منزل کسی بیاد بگذاره پیش بازپرس، و اگر روز دادرسی ظاهر نشود چه میشود؟ آقا مصادره میکنن، مصادره میکنن. بسیار خوب، حالا معلوم شده است که هر چه پول، بله، و بعد که دوران دادرسی تموم شد، فرض کنید که 10 میلیون تومان گذاشتن آقا رسو. خیلی خوب، وقتی که تمام شد دوران دادرسی، اون وجه رو به متهم بر میگردانند، چه محکوم بشود چه محکوم نشود. و چون در ایران پول در حال سقوط هست، ارزش پول در حال کم شدن هست، این پول ها که به بانک می رود بایستی با نزولش برگرده به صاحب پول. اینطور که دیشب دوست محترمی به من گفتن، از ایران زنگ زده بودن، هرچه پول می ریختن به حساب این بانک ها، به حساب دادگستری، می رفته به حساب این آقا. بعدم که دادرسی تمام می شده، این پول رو بر می گردوندن به اون آقا. اون مقداری که از ارزش پولش کم شده، که نزول پولش بوده که می بایستی بهش می دادن، می رفته تو جیب این آقا. و عکس العمل دولت چه بوده؟ عکس العمل دولت چه بوده؟ بعد دولت عدل اسلامی عزیزم، شما عدل اسلامی، شما فکر نکنید شما اسلام رو بهتر از اینا میشناسید. اینا متخصصان اسلامن، حافظان قرآنن، اینا میدونن که از اولش هم همینقدر فاسد بوده این اسلام. با سرقت اموال مردم عرض میکنم که زندگی میکرده اسلام. بنیانگذارانش بگیرید تا آخرین خلیفهش که المستعصم بالله بود، به سال 656 هلاکوی مغول رحمت الله علیه. ما باید به این هلاکوی مغول درود بفرستیم. آقا مقبرش رو باید بسازیم، به جای جمع شدن بر سر قبر سامن الائمه، باید جمع شیم سر قبر هلاکو خان مغول، که شر خلافت عرب رو و سیادت و در واقع بزرگی عرب رو از ایرانیان کم کرد، ما توانستیم دست و پای بزنیم دوباره این مملکت رو بازگردانیم. یعنی صفویان کردن، که درود بر اونها با. اونها این همین ها، اینها شاگرد اونها. عدل اسلامی، عدل اسلامی من به شما میگم چه بوده، که اموال مسروقه رو به سویه هر که قسمت میکرد میگفتن این خیلی عادله. چه عدلی؟ کدوم عدل اسلامی؟ کدا کجا این اسلام عدل میفهمی چی هست؟ عدل؟ باری میرفته پول به جیب جیب آقا. حالا در مقابل این همه عرض کنم که داستان ها و این دزدی های عنیف، دولت آمده آدم فرستادن آقا رو دستگیر کنن. اون نماینده بدبخت که از همین هاست، دستگیرش کنه ببرش زندان. من از قول این دوست نقل قول میکنم، گفتن با چون مردم حمایت کردن از او، اینو نتوانستن ببرن فعلا زندان. زندان برای چه؟ من اینکه چرا آمدی گفتی؟ خب ما همه دزدیم. بله مملکت ما هموطن، و من متاسفم، من ندیدم، وقتش رو ندارم، حوصله‌اش هم ندارم که برم ببینم فضای مجازی چه خبر. رفتم دیدم ببخشید دوستان رفتن چیزها دیدن به منده گزارش میکنم، من میخوام یک سخنی بگم خدمت شما عزیزان. این فضای مجازی و این تکنولوژی بایستی مصروف اتفاق و اتحاد علیه این رژیم خونخوار جرار فاسد بشود. برادر آذربایجانی من، برادر کرد من،
نه اینکه شما بنشینید اونجا وجهه همت خود رو فحش دادن به فارس ها بده. کدوم فارس؟ فارس یعنی چی؟ تازگی ها بختیاری ها هم داخل کردن، اینها ماموران رژیم هستند برای ایجاد فساد و نفاق در مملکت و فارغ البال بودن از توجه ملت. اینجور مفاسد رو در این فضاهای مجازی رایج میکنن. او میگوید من ترکم، من نمیم تبارم به چنگیزخان مغول میرسه، این فارسا ما رو بیچاره کردن، کشتن. پدر من چه میگی؟ برادر من ای بیخبر، آقا این مملکت در دست ترکان بوده از زمان محمود غزنوی تا زمان احمدشاه قاجار. کدوم فارس بیچاره حکومت کرد جز کریم خان زند؟ بیان به من نشون بدیم ببینم. تازه اون چه من فهمیدم از تاریخ و احمد کسروی فهمید و مورخان بزرگ جهان فهمیدن، آقا مردم آذربایجان ترک نیستن بابا جان، زبان ترکی اینا. پس این آذربایجان حتما خالی از سکنه بوده. کجا رفتن سکنه اصلی آذربایجان؟ این زبان ترکی آمده اینجا. این زبان ترکی هم ترکی ایرانی است والا. به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر 10 نفر اگر از تبریز بلند شن برون به استانبول، هیچ که نمیفهمه اینا چی میگن، اینا نمیفهمه اونا چی میگن، ترکی رو اونا حرف میزنن. آذربایجان سر ایران، مایه افتخار ایران زمین. آذربایجان اگر نبود خیلی خیلی دیرتر ایران وارد جریان و فرایند مدرنیتی میشد. این همه دلاوران و این همه دانشمندان و این همه بزرگان و وطن دوستان تراز اول که از آذربایجان آمد و هستن هنوز. من بر این نیستم که اون چی در فضای مجازی میگذرد نماینده و نشانه اصل داستان است. این چنین نیست، نه در کردستان چنین است، نه در آذربایجان چنین است. تازگی بختیاریان هم وارد کردن. این مامورین اطلاعات که ما بختیاری ها ایلامی هستیم. به این دوست عزیزم که اینا رو میگفتن گفتم عزیزم هیچ بختیاری رو من نمیشناسم که بیاد بنشیند اونجا و بگوید من ایلامی هستم. ایلامی یعنی چی؟ این داستان ها از کجا میآوری؟ اینها جز نفاق و اینکه این عمر منحوس این رژیم رو طولانی تر بکند هیچ نتیجه حاصل برای ملت نمی شود. اینها از بیدانشی و بیسوادی و بیتوجهی است. از اینا باید بپرسی آقا بیا اینجا ببینم تو چند جلد کتاب در باب تاریخ این مملکت خواندی؟ کدام ها بودن این کتاب ها که تو خواندی؟ اینها همه کارها و مفاسد رژیم هست. باری دزدها آزاد هستن، معزز و مکرم، و کسی که دزد رو شناسایی میکنه باید بره باید به زندان. خب اجازه بدید بریم ببینیم که از گنج کرامند سعدی بزرگ. من چند بیت در توحید هست، در خداشناسی، از یک قصیده فوق‌العاده زیبا میخونم خدمتتون. چند بیت فقط چون قصیده بلند هست، منتها میخوام شما رو، کام شما رو با قند سخن سعدی شیرین کنم. میفرماید فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست اون که شکر یکی از هزار کرد. اون سانه قدیم که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد، ترکیب آسمان و طلوع ستارگان از بحر عبرت نظر هوشیار کرد. بحر آفرید و بر و بحر آفرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و
لیل و نهار کرد الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت، اسباب راحتی که نشاید شمار کرد، آثار رحمتی که جهان سر به سر گرفت، اهمال منتی که فلک زیر بار کرد، از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد و از قطره دانه ای چو در شاهوار کرد، مسمار کوهسار به نطع زمین بدوخ تا فرش خاک بر سر آب استوار کرد. این جیولوژی قدیمه. بله، میگفتن که قرآن میگوید که این کوها اوتاد الارض هستن، اوتاد الارض یعنی میخ زمینه، اینا رو خدا کوبیده با چکش هم زده کرده، اینا میخ اگه نباشه زمین ملغلق میشه. اینم جیولوژی قرآن، سعدی از اونجا گرفته. خب اجزای خاک مرده به تأثیر آفتاب، بستان میوه و چمن و لاله‌زار کرد، ابر آب داد بیخ درختان تشنه را، شاخ برهنه پیرهن از نوبهار کرد، چندین هزار منظر زیبا بیافرید تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد، توحیدگوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد، شکر کدام فضل به جای آورد کسی، حیران بماند هر که در این افتکار کرد. بله، بعد میگوید لال است در دهان بلاغت زبان وصف، از غایت کرم که نهان واشکار کرد، سر چیز تا به طاعت او بر زمین نهند، جان در رهش دریغ نباشد نثار کرد. خب یه خدا رو خجالت داده سعدی، خداوند تبارک و تعالی رو خجالت داده. خب اجازه بفرمایید که امیر جان عزیزم یک آهنگ پخش بکنید تا ما برویم و برگردیم ببینیم دنیا چه خبر است. شما تازه رسیدم. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود دوباره خدمت شما هموطنان گرامی، اینجا خواستم یک سپاس ویژه داشته باشم برای امیر، دوست عزیزم آقای امیر شهرتی. مدت 16 سال است که در این اتاق فرمان امیر با استادی برنامه ها رو هدایت فنی می کند. یک قدردانی ویژه بایستی از امیر بشود، این نظر من است. بله، وقتی این تصویر به دست شما می رسد، در واقع حاصل کار چندین نفر هست تا این تهیه بشه و آماده بشه و عرض کنم که کسی بیاد اینجا. حالا خداگاهید، ممنونم امیر جان، مرسی. تصاویر زیبایی نشون دادن از هنرمندان ما که یکی از اینها امروز در ایران پیدا نمیشود مگر بعض بازموندگان همون روزگار قدیم. البته توهینی نشود، هستن بچه ها صداهای خوب. یک صدایی من شنیدم که به عمرم نشنیده بودم و یک استادی به نام استاد طباطبایی اصفهانی، من همچین صدایی نشنیده بودم تا پریشب. درود بر این استاد، و متحیر و متعجب شدم که چگونه ضبطی از روزگار اوج این استاد در دست نیست. حقیقتا حیرت انگیز بود این گرمای صدا و
و این فراز و فرودهای بی نظیر و این وسعت صدا حیرت انگیز بود واقعا. حالا می آورم اینجا خدمتتون پخش میکنم، ببینید اونایی که فراموش کردن آواز چگونه بوده است آواز رو بشنوند. ولی بیشتر به تعجب دچار شدم وقتی فهمیدم هیچ ضبط رسمی از ایشون در دست نیست، برای دوستان میخواندم. اما چه صدایی. خب ببینید در کار شعر ما باید اینجا خیلی دقت کنیم، چون ماشاءالله زیر میکروسکوپیم که ایرادی بر ما نگیرن. این است که خواننده شاعر مجبور می شود که فرض کنید صفت و موصوف رو به وجه مغلوب به کار ببره، یعنی وارونه بکنه. سعدی می گوید اینجا می خواهد بگوید نعمت الوان، یعنی نعمت هایی که خداوند خلق کرده رنگارنگ هستن، متنوع هستن. می گوید الوان نعمت، یعنی الوان نعمت و در واقع خوانده بشه، منتها بگیم الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت. باید این زبان رو اندکی نگه داریم. این است که به ضرورت وزن میگوییم الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت. این در واقع وجه خواندن شعر هست وقتی که عرض میکنم که ترکیبات به وجه مغلوب به میان میآید. خب ما برویم سر موضوع ابو مسلم خراسان. هیچ وضعیت ما فرق نکرده. این خلیفه رو میبینید در تهران نشسته. خب این خلیفه چه کرده؟ این خلیفه جز برباد دادن اموال ملت و ریختن به حلق فرزند محترم خیش و اون این دزدانی که ایشون بهشون اعتماد داره مثل همین لاریجانی ها و خفه کردن مردم و دستور قتل دادن، این خلفای عباسی و بنی امیه هیچ فرقی نکرده. از ایرانی پرسید آقا اعمال این مرد محترم چه بوده؟ آقا ما میدونیم که آقا و خانم فروهر دو ایرانی بزرگوار بودن در سن کهولت و ایشان تیم‌های چاقوکش فرستاد و اینا رو تکه تکه کرد. این در دفتر کار آقای خامنه‌ای تا ابد خواهد بود. من متحیر و متعجبم که چرا هیچ درسی نمی‌گیرند اینهایی که به چماق زور دسترسی پیدا می‌کنند، فراموش می‌کنند بر گذشتگانشان چه رفته. تا حسن دست و پای میکنن و برای خودشون جشن را میاندازن و نمیدونم با اسکورت حرکت میکنن و نور در زیر داشبورد ماشین ببخشید از بالا نور میتونن که این آقا منوره از آسمان اومده. اینا نمیدانن که مردم ایران باهوشتر از آنی هستن که شما فکر میکنید. پشیزی دیگه مردم به شما اعتماد ندارن. با این جک و جانورانی که ریختید به سر ملت، ایلغار کردید، رحم نکردید شما نه به خودتون آقاین آخوندهای محترم، نه به زمینهای مملکت، نه به تالاباش، نه به نمیدونم به رودخانه هاش رحم کردید، نه به آهوهاش رحم کردید، نه به درختانی جنگل ها رحم کردید، نه به مردم رحم کردید. و این نان آخری است که میخورید. آینده ایران دیگر به شما باج نخواهد داد. حالا هی بگو حسین، میگوید حسین بخورد به تو سر تو، این مرده که گردن ستبر دزد. یک وقتی به سقط الاسلام اون مرد بزرگ که خب معمم بود سقط الاسلام، بین اینها سه چهار تا آدم حسابی پیدا شده ما مدیون اونها هستیم مثل سقط الاسلام در تبریز. گفتن آقا روس ها تبریز رو گرفتن و دارن آزادی خواهان رو دار میکشن، آقا ما وسیله فراهم میکنیم شما از تبریز خارج شید. گفت آقا چند سال پیش در روزگار فتحعلی شاه این میر فتاحی بود، ملایی بود به نام فتاح، یه همچه اسمی داشت،
گفت این آخوند بود، ملا بود، اینا از همونهایی بودن که فتحعلی‌شاه رو تشویق میکردن که بروید به جنگ، همون گونه که در جنگ بدر فرشتگان آمدن و کمک کردند و سپاه اسلام پیروز شد و 80-90 نفر از بزرگان قریش رو کشت، شما هم بر این روسهای کافر پیروز میشوید، ولی اگر جنگ نکنید ما حکم جهاد میدیم. فتحعلی‌شاه مرد احمقی بود، یک آدم صفیحی بود که از سیاست بین الملل هیچی نمیدانست، از وضع جنگ هیچی نمیدانست. خلاصه این آمده این کار کرد و این آقای فتاحنام وقتی که پاسکوویچ آمده با لشکر روس به تبریز نزدیک شده، رفته سم اسب پاسکوویچ رو بوسیده. ثقت الاسلام میگوید این آدم، این آخوند رفت و حیثیت و شرافت ما رو برد و من نمیخواهم که کسی باشم که نام من در کنار اون خائن برده شود. خودش رو تسلیم لشکر روس میکنه. در دم کوچه میگوین که آقا جنرال قنسول با شما کار داره، سوار کالسکه میکنن و این مرد وطن دوست بزرگوار رو میبرن. ثقت الاسلام اونجا میگوید که تو ای ملا نترسیدی از عظمت لشکر روس؟ جواب میدهد راستی هم برای خود لشکری دارد و با صدای یاشاسون ایران به دار رفت اون ملا. یاشاسون آزادی، یاشاسون ایران در تبریز. حالا دو تا جغله جمع شدن، میگوین که ما ترکیم، با فارسا کار نداریم، فارسا دشمن ما. پدر جان دشمن تو همون علی خامنه ایست که خودش از خامنه است و دشمن ملت، دشمن تو هم اونجاست. دشمن گم کردیم آقا، در این تاریکی شما دشمن گم کردید. این سفاهت و این حماقت رو بایستی به کنار بگذاریم، این مایه آبروریزی تاریخی ماست. این حرفا به فضای مجازی بگذاریم. خب برویم سراغ ابو مسلم. یک فصل مفصل مشبعی محمد ابن جریر طبری، مورخ بزرگ ما، و ابو مسلم پرداخته در این فصل و من از همش گذشتم به جهت اینکه چند سال پیش آورده بودم اینجا. از اونجایی شروع میکنیم، شروع کردیم که ابو مسلم برای اینکه شأن دینی خود رو بالا ببره از صفا خواست که او رو ملک الحاج کنه و منصور که یک حرامزاده سیاستگر بسیار بسیار جرار و جلادی بود و برادرش گفت این کارو بکنی این صاحب شأن میشه، بذاریم من ملک الحاج بشم. او ملک الحاج رو محصول خودش کرد و رفتن و در بازگشت برادر مرد. صفاح یعنی خونریز، ماشاءالله این اسلام همه چیزش به خونریزی مربوطه، یا نمیدونم تو سر این اون زده مرد و این شد خلیفه و فرمان داد که با عبدالله ابن علی ابن امین جنگ بکند. در شام که جنگ کرد و او رو فراری داد و بعد به این فکر افتاد که ابو مسلم رو به قتل برساند، نامه ها نوشت و ابو مسلم نیامد. همچنین چند نفر چرب زبان فرستاد به اردوگاه ابو مسلم که او رو بازگرداند. خیلی خوب، و خبر به منصور آوردند که او به خراسان رفت. منصور گفت خدای را پیش از اون که او به خراسان رود فرمان است که او هلاک گردد انشاءالله. هر جنایتی را که میخواستن بکنن دو کار میکردن، یکی انشاءالله میکشم من تو را، و شکرگزاری بعد از قتلی غارتی چیزی. خب فرمان است که او هلاک گردد انشاءالله. عرض کردم عمرو بن عبدبد
سوار بر اسب مشهوری به نام محلوب رسید به حضرت علی مولای متقیان که نوجوانی بود 16 ساله. گفت پسر تو کی هستی دیگه آمدی؟ بیرز عرض کردم خدمتتون. دوستی میخندید به این ماشاءالله. گفت پسر، گفت من پسر اسمم علیه. گفت پدرت کیه؟ گفت ابو طالب. گفت بابا ابو طالب مرد خوبی بود، من با پدرت دوست بودم، برو شما برو یک مرد جنگی بگیم بفرستن، من نمیتونم، نمیخوام تو رو بکشم. اون میگوید ولی من تو رو میکشم انشاءالله انشاءالله. بله اینم منصورم اینجا میگوید فرمان است که او هلاک گردد انشاءالله. خیلی خوب، پس منصور از انبار برگره و به مدائن آمد و از اونجا 5 رسول بیرون کرد. 5 تن آدم چرب زبان سیاست کرد بیرون کرد، بیرون کرد مردمان بخرد و شایسته و به سر عم خیش را عیسی بن موسی بر ایشان مهتر کرد و بفرستاد. و این عیسی بن موسی از پس منصور ولی عهد بود و از این رسولان یکی جریر بن عبدالله بن بجلی یا بجلی بود و اندر لشکر منصور از او بزرگتر نبود و خود دوست بو مسلم بود و ابو حمید مرودی بود و او را از مهتران خراسان بود و بفرمود منصور تا عمان او و عمزادگان او همه بن العباس بدون نامه نوشتند و مرو را بستودند و کردارهای او یاد کردند و گفتند امیرالمومنین و ما هر یکی جدا جدا خواهیم تا تو را مکافات کنیم، بدین کردارهای تو مکافات کنیم، یعنی اجر تو پرداخت کنیم. پس 5 نفر فرستاد که اینا دوستان ابو مسلم هم بودن، قوم کشای آقا بودن، و نوشت تمام این بزرگان بنی عباس نامه نوشتن که ای ابو مسلم تو خیلی کارها کردی، تو ما رو به قدرت رساندی، تو دستگاه دزدی رو به دست ما دادی، بیا تا ما جواب کارها تو بدیم. این اماننامه هایی که آخوندها میدن، اماننامه هایی که آخوندها میدن به بعض ایرانیان فراری در غربت، به این قرآن قسم شما تشریف بیارید ما کارتون ندارین، تو فرودگاه میبرم میرم اعدام میکنم. وای بر کسی که به آخوند اعتماد کنه، نه خداشناسیش خداشناسیش، نه قرآن خونیش قرآن خونیست، نه حرفش ذره صداقت درش هست، نمیشد بهش کوچکترین اعتمادی به ناموس و پول و هیچ چیز دیگر کرد. هر کس به آخوند اعتماد کرد بیچاره شد، فراموش نکنید. خب بله، خب بیاین تا ما شما رو مکافات کنیم. بله بدین کردارهای تو و تو دیو را اندر خیشتن راه دادی و همی بروی بی فرمان امیر المومنین و چنین مخالف شوی دولتی که تو اکنون از بهران همی شمشیر زدی و جان را فدا کردی و خلق را بدان همی خواندی و تو امروز از پیران دولتی و از مهتران سپاهی. یک دقیقه بیشتر نداریم. و از این گونه بسیار گفتند و مرو را باز خواندند. و این عیسی ابن موسی و جریر ابن عبدالله از فصیحان سپاه بودند، چنان که به سخن جادویی کردندی و هر دو دوستان بو مسلم بودند و دل او بر سخن ایشان بیارمید. بیچاره ابو مسلم. و ابو جعفر به خط خیش نبشت که اینک پیغام ها دادم، بو حمید را بشنو و هرچه او تو را از من پذیرت دل بران بنه که من به آن وفا کنم و هرچه او تو را گوید من گفتم. پس بو منصور بو حمید را برپا کرد و پیغام های نیکو بداد. نصر العمیز، نصر روزگار سامانیان، حدود 1700 سال پیش، این نصر متین و زیبا و محکم و موجز در واقع شیوه نوشتاری اجداد ما رو نشان میدهد. از امیر عزیزم سپاسگزارم، همچنین از شما هموطنان بزرگوار که توجه فرمودید. امیدوارم به جای فساد و نفاق بپردازیم به دوستی و اتفاق و اتحاد. شاید بتوانیم به همت جانانه و عزم
دلیرانه و مردانه با تکیه بر این تاریخ و با تکیه بر این عرض بکنن که فرهنگ انسانی، ریشه اهریمنان رو از ایران زمین برکشیم و میکشیم انشاءالله. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.